سلام بیننده‌های عزیز، موضوع درس ما امروز شمارش اعداد است از 1 الی کوینتیلیون که عدد 21 رقمی را تشکیل می‌دهد و استفاده از این شما بهتر می‌فهمید که در تمام زندگی انسان‌ها نقش اساسی دارد. مثلا هر دولت مکلفیت دارد که باید بودجه سالانه، ماهانه، حتی روزانه خود را باید محاسبه و سنجش بکنه و هر بانکدار باید بفهمد چقدر مشتری دارد، چقدر روزانه البته پول در داخل بانک‌ها داخل می‌شود و خارج می‌شود و به حساب کسایی که در علوم اجتماعی سرکار دارن باید فاصله زمین با سیارات محاسبه کنن که اینا همه اگر خواهم بسیار درست و بزرگ تشکیل میتن. از او خاطر من خواستم که امروز اینمی موضوع را خدمت شما پیشکش بکنم، چون در مکاتب و دانشگاه ها معمولا تا به میلیارد تدریس میکنن، از او بالا تدریس نمیکنن. بنان من لازم دیدم که از این بالاتر تا عدد 21 رقمی را امروز خدمت شما پیشکش کنم. شما میبینید که ما در اینجا جدول را ترتیب کردیم، چون در شکل هندسی در شکل جدول آموزش بهتر صورت میگیره. ما یارا به حساب اولین کاری که میکنم نام طبقات به حساب نوشته میکنم، میجا نوشته میکنم که طبقه اول، ای هم طبقه دوم، طبقه ششم و بالاخره طبقه هفتم. بعد هر طبقه را نامگذاری میکنیم، میبینیم که هر کدام از این چه نام داره. مشکل ترین کار در اینجا که ما طبقات وقتی که ما نامگذاری کردیم با در شمارشش ما مشکل نمیداشته باشیم. طبقه اول مربوط به احاد است، طبقه دوم مربوط به هزار هاست، طبقه سوم مربوط به میلیون هاست، طبقه سوم مربوط به میلیارد ها یا بیلیون ها، یک نام دارن بیلیون ها. طبقه پنجم البته مربوط به تریلیون هاست، طبقه ششم مربوط به طبقه کادریلیون ها و آخرین طبقه ما شما طبقه هفتم است، کوین تریلیون هاست. حالا وقتی که نامگذاری کردیم میره، البته شاید شما سوال کنید که با تعقیب از این به درس‌های ادامه و حساب درس‌های بعدی ما خدمت شما پیشکش میکنیم طبقات بالاتر از این. حال هر به حساب طبقه به سه رقم دیگر تشکیل میتن، یعنی متشکل از سه رقم است. طبقه ها مربوط به حساب یک ها، ده ها، صد ها. این مربوط به طبقه احاد است. باز ده هزار ها همچنان تکرار میشه، یک ها، ده ها، صد ها، میلیون ها همچنان یک ها و بالاخره کوینتیلیون هم یک ها، ده ها و صد ها. حال میبینیم که هر طبقه در حقیقت سه رقم دیگر در بر میگیره که خدمت شما در حقیقت تمامش نوشتم. حال اگر ما بخوایم یک عدد مکمل بخوانیم، پرده خانه ما یک عدد جا به جا میکنم از اول تا باخره، شما ببینیم که اعداد چه قسم به حساب خوانده میشه. مثلا اینطور یک عدد نوشته میکنم، 3 2 0 1 9 0. حال وقتی که من عدد می خوانم، ببینید میبینم در رقم 1 ها، 10 ها، 100 ها در حساب طبقه کوانتیلیون 405 خوانده میشن، اما نام از طبقه گرفته میشه. 405 کوانتیلیون رو در اینجا دو رقم موجود است، 1 ها و 10 ها، رقم 100 های 0 است. میگیریم 89 کادریلیون رو مربوط به طبقه کادریلیون میشه، 643 تریلیون رو مربوط به طبقه تریلیون در اینجا در حقیقت رقم 100 های 0 است، رقم 1 ها و 10 هایش در حقیقت 21 است. میگیم 21 بیلیون یا 21 میلیارد و 764 میلیون و 320 هزار و 190. ببینیم تکرار یک دو میخوانمش، 405 کوینتیلیون و 89 کادریلیون و 643 تریلیون و 21 بیلیون یا 21 میلیارد و اردوش یک معنا دارن، 764 میلیون و 320 هزار و 190. حال عدد دیگه رو نوشته میکنم، بلفرد تاور مثال از اینجا شروع میکنم. میبینیم صفرا را زیادتر شاگردان مشکل میداشته باشند، البته من اینجا صفرا را بعد جواب بتم بهتر. ببینین حالا در طبقه ای عدد یک ها و ده ها مربوط به طبقه کادریلیون است. میگم 98 کادریلیون و 700 تریلیون و 7 بیلیون و 800 میلیون و 98 هزار. به این ترتیب تکرار میخوانم،
98 تریلیون و 700 تریلیون و 7 بیلیون و 800 میلیون و 98 هزار. عدد دیگر را جا بجا میکنم. میبینید صفرها را علاوه میکنم که در بعضی اوقات صفرها را شاگردای ما مشکلات میداشته باشن. این عدد را میخوانیم حالا ببینیم. این عدد هم چون در خط 7 طبقه است، 7 21 رقم میشه که من خبرم در مقدمه برای شما گفتم. این عدد 21 رقم است. وقتی که میره بخوانم ببینید 600 کوینتیلیون و در رقم صدهای کادلیون در خط صفر است، خوانده نمیشه، آواز نداره. 76 کادلیون و 450 تریلیون و خانه بیلیون اصلا ارقام صفری است، هیچ آواز نداره. در ریاضیات او به حساب اعدادی که صفری باشند در یک طبقه به آواز نداره، ولی برعکس دیگه اعداد غیر صفری باز صدا داره. در اینجا باز البته میبینیم در خانه بیلیون ها تمام صفر است، آواز نداره. در اینجا فقط در خانه میلیون 70 است، 70 میلیون و 400 هزار و 9. تکرار میخوانم ببینید 600 کوینتیلیون و 76 کادریلیون و 450 تریلیون و 70 میلیون و 400 هزار و 9. یک عدد دیگر هم نوشته میکنم ببینید باز چون به حساب طبقات کوینتیلیون یه عدد میخوانم ببینید. در اینجا صفرها را علاوه کردم که البته صفرها را زیاد ماندم به خاطر از اینکه در آموزش در بعد مواقع صفرها اشتباهات صورت میگیره. دوباره نوشته میکنم حالا میخوانم کوانتیلیون را ببینید. طبقه 660 است، 660 کوانتیلیون و طبقه کادلیون صفرها آواز نداره، طبقه تریلیون آواز نداره، طبقه بیلیون آواز نداره، در طبقه میلیون 10 میلیون و 90. تکرار میخوانم ببینید 660 کوانتیلیون و 10 میلیون و 90. باز تکرار ببینید 660 کوانتیلیون و 10 میلیون و 90. یه عدد میبینیم وقتی که بخوانی میره میبینیم که این عدد این طرف هایی به حساب عدد وجود نداره، صفر است. به خاطر میبینیم که این عدد در کجا سر میخوره، در خانه بیلیون یا میلیارد ها. 900 بیلیون و 864 میلیون و 730 هزار و 99. تکرار 900 بیلیون و 864 میلیون و 730 هزار و 99. خب بینندای عزیز، درس ما امروز همین مقدار بود که البته طور فشرده برای شما دوباره همین درس یک دفعه خدمت شما پیشکش میکنم. ما گفتیم که امروز البته هدف درس ما این بود که شما باید از عدد یک الی کوانتیلیون که عدد 21 رقمی است باید شما البته آموزش ببینید و این شما فرا بگیرید. ما گفتم در اول که ما اعداد چی میکنیم، اول کل طبقات چون 7 طبقه است، 7 21 عدد میشه، با 7 طبقه را جدا کردیم روی جدول، طبقات رو نوشته کردیم اول، دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم. بعد هر طبقه رو نامگذاری کردیم، مهات، هزارها، میلیونها، میلیاردها یا بیلیونها، تریلیونها، کادریلیونها، کوانتیلیونها. هر به حساب طبقه با سه رقم دیگه جدا میشه که یک ها، ده ها، صد ها، به ترتیب تا به کوانتیلیونها. بعد ما شما عدد وقتی که در جدول جا بجا میکنیم فقط فراگیری از این امی طبقات است که نامش یاد داشته باشید، دیگه مشکل نداره در خواندن. مثلا این عدد من نوشته کنیم ببینید وقتی که را میخوانیم میبینیم 405 در طبقه کوانتیلیون است، 89 در طبقه کادلیون است، 643 در طبقه تریلیون، 21 در طبقه بیلیون، 764 در طبقه میلیون، 320 در طبقه هزار و 190 مهات. به این ترتیب میخوانیمش 405 کوینتیلیون و 89 کادلیون و 643 تریلیون و 21 بیلیون و 764 میلیون و 320 هزار و 190. این را تا جدول خدمت شما پیشکش کردم. در درس بعدی وقتی جدول نباشه ما چطور میتونیم این عدد 21 رقمی را بدون جدول بخوانیم؟ او درس را برای فردا واگذار میکنیم. فعلا خداحافظتان.